هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر مسائل نظامی در همین ارتباط همراه ما هستن. خوش آمدین آقای حسن‌یاری. روز به روز مشارکت ایران در ارسال پهپاد به روسیه در قبال جنگ اوکراین داره ابعاد تازه‌تری به خودش میگیره، حالا هم که نقض قطعنامه 2231 مطرح شده. به فرض اثبات نقض این قطعنامه، چه پیامدهای اجرایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ با درود به شما و ملت سرفراز ایران، این قطعنامه 2231 اگر که اثبات بشه از جانب کشورهای مختلف که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و اون رو نقض کرده، خب به تبع میتونه عواقب بسیار وخیمی داشته باشه، از جمله این که کشورهایی که هنوز در قطعنامه هستن نظیر فرانسه و بریتانیا، اینها میتونن از اون ماشه به اصطلاح خودکار استفاده بکنن و تمامی تحریم هایی رو که این توافق 2015 میلادی معلق کرده اونها رو دوباره برقرار بکنند و از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو با شرایط جدیدی مواجه بکنن که در این شرایط جدید بسیار بسیار مشکل خواهد بود که حتی کشورهای روسیه و چین هم که از قدرت وتو برخوردار هستن بتونن به جمهوری اسلامی کمک بکنن. آقای حسن‌یاری، شما چقدر محتمل میدونین که کشورهای غربی در قبال ایران دست به اقدامات جدی بزنن، در واقع بیان این بیانیه دادن و محکوم کردن رو کنار بذارن و یک اقدام جدی و عملی در قبال جمهوری اسلامی انجام بدن؟ بایستی دید که این کشورها چقدر حاضر هستن که واقعا برخورد جدی بکنن. همونطور شما اشاره کردین، تا به حال تنها با بیانیه صحبت کردن و اقدام خیلی جدی انجام ندادن، ولی از اونجایی که این جنگ اوکراین داره با فجایع بشری انسانی بسیار متعددی دامن میزنه، خب به طبع کشورهای غربی ناچار هستند که در قبال چنین وضعیتی عکس العمل نشون بدن و به خصوص سازمان ملل بایستی به طور جدیتری با این مسئله برخورد بکنه. از جمله شورای امنیت سازمان ملل اساسا وظیفه ذاتیش این هست که از صلح امنیت در جهان کمک بکنه، ولی از اونجایی که امروز این صلح امنیت به وسیله روسیه با حمله به اوکراین و با همکاری جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن، سازمان ملل میره که علت وجودی خود رو اگه از دست نده تا حد بسیار زیادی تضعیف بکنه. بنابراین بایسته است که کشورهای غربی به طور جدیتری با این هم برخورد بکنن و فشارهای بسیار جدیتری بر جمهوری اسلامی و همینطور بر روسیه وارد بکنن. از طرف دیگر بایستی چین رو هم متقاعد بکنن که اون چی که میگذره اساساً خود سازمان ملل رو مورد سوال قرار میده و در نتیجه تضعیف میکنه روابط بین الملل رو، حقوق بین الملل رو و موازین بین الملل رو.